با سلام به بینندگان گرامی، دوستداران و علاقمندان ورزش، در این پنجشنبه شب 20 آبان ماه 1389 از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو من رو همراهی کنید. دو پیروزی اخیر تیم ملی امید ایران و راهیابی این تیم به مرحله کشم نهایی مسابقات فوتبال مقدماتی 16 دوره بازی‌های آسیای گوانگژو و سوی دیگه حذف تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا بهانه‌ای شد تا با یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران هم سخن بشیم. البته بازی شنبه تیم ذوب‌آهن اصفهان در فینال جام باشگاه‌های آسیا شاید جذاب‌ترین موضوع بحث امشب ما هم با فوتبالیستی باشه که طعم شیرین قهرمانی باشگاه‌های آسیا رو با تیم تاج سابق استقلال چشیده. پیشکسوتی از نسل آقایی فوتبال ایران در آسیا، مسعود مجدهی رو دوستداران فوتبال با گل معروفی که به گوردون بانکس دروازه‌بان افسانه انگلیس زد به خاطر دارن و البته سرخابی‌ها، پرسپولیسی‌ها و تاجی‌ها به دلیل گل‌های زیادی که در شهرآورد یا دربی تهران به ثمر رسونده ایشونو فراموش نکردن. آقای مسعود مجدهی مهاجم گلزن تیم ملی و باشگاه پاس و تاج در لیست 10 گلزن برتر تاریخ باشگاه استقلال و از متعصب‌ترین بازیکنان تیم ملی ایران بوده. برای اولین بار هستش ایشون از در سال 1349 پیراهن تیم ملی جوانان ایران رو در رقابت‌های توکیو به تن کرد و سال بعد در تایلند به همراه تیم جوانان ایران مقام سوم آسیا رو به دست آورد. با آبی پوشان پایتخت به عنوان اولین نماینده ایران بر بام فوتبال باشگاه‌های آسیا ایستاد و به همراه نسل طلایی فوتبال ایران قهرمان در واقع قهرمانی جام ملت‌ها رو در کارنامه ثبت رسوند. پیشکسوتی که امشب برای نخستین بار پس از سال‌ها در یک برنامه تلویزیونی شرکت می‌کنه. آقای مجدهی، از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید و در شهر دلاس در استودیو حضور به هم رسوندید از شما سپاسگزاری میکنم و به شما سلام میگم. سلام از باز، خیلی ممنون که منو دعوت کردین. امیدوارم که بتونم یه کمکی بکنم به فوتبال ایران. همونطور که خودتون میدونین اینا یه جرقه‌هایی میزنن و یه کاری انجام میدن. همونطور که گفتین امید تیم ملی امید ایران به مرحله یک هشتم رفته، ولی تیم نوجوانان و جوانان در مرحله اول اوت شدن. شما تضاد رو اگه نگاه کنیم میبینید که پایه و اساسی فوتبال ایران نداره. آقای مجدهی، قبل از اینکه برسیم به بحث فوتبال امشب و فوتبال امروز ایران، میخوام به دلیلی که اولین بار هستش که میزبانتون هستیم و برای اینکه نوجوانان و جوانان فوتبال لوس با شما بیشتر آشنا بشن، قدیمی‌ها تجدید خاطره‌ای کرده باشن و به رسم این برنامه ابتدا از خودتون بگید و از شروع فوتبالتون، افتخاراتی که به دست آوردید و اینکه چه مدتی است که فوتبال رو کنار گذاشتید و اصلا چند سالی که خارج هستید و زندگی رو چگونه می‌گذرونید. یه خیلی کوتاه اگه میشه از خودتون بگید ابتدا. چشمت من با 17 ساله بودم، همونطور که خودتون گفتیم با جناب آقای اسداللهی، مرحوم اسداللهی من رو کشف کرد در زمین های خاکی که تخت اوز فوتبال بازی میکردیم و به پاس رفتم و حدود 6 ماهی در پاس بازی کردم. زنده یاد رایکوف منو در پاس دید و برای جام باشگاه آسیا کمکی منو خواست از تیم پاس و این کمکی بودن فقط مرحله‌ای بود که منو به تیم تاج بیاره. و بعدها که من فکرامو کردم دیدم من میتونم مثمر ثمرتر باشم در تیم تاج، به خاطر همینم به تیم تاج ملحق شدم. حدود 17 سال 26 حدود 9 سال در تیم تاج، تیم ملی جوانان و تیم ملی ایران بودم. خب گلای زیادی شما زدید، به گلهایی که زدید، به بازی ملی که کردید، بازی با استوک سیتی در تهران رو اشاره بکنید، بد نیست، تجدید خاطره هم میشه. شما لطف دارین، خیلی ممنون عزیزم. خب بازی های تدارکاتی بود برای بازی های مقدماتی جام جهانی و تیم استوک سیتی انگلیس به ایران اومده بود و بهترین گلر زمان تاریخ اون زمان گوردون بانکس با این تیم همراه بود و همونطور که گوش زد کردم جف هورس زننده 3 گل فینال جام جهانی 66 لندن هم با این تیم بود. کسی که 3 گل زد به تیم آلمان. بله، فینال 3 گل به تیم آلمان زدن، 4-2 بازی رو بردن و ما با این تیم 1-1 کردیم. بازی چون در سه شنبه وسط هفته بود یک مقدار تبلیغات زیادی شد راجع به گوردون بانکس و از طریق ایشون گفتن که ایشون میخواد 20,000 تومان پول بده به کسی که بهش گل بزنه. البته فقط این دلایلی بود که جمعیت به استادیوم بیاد، ولی فقط اسم گوردون بانکس و جفورس میتونست باعث بشه که استادیوم پر بشه. این فکر نمیکنم لزومی داشت، ولی خب
وسط هفته بودم اونطور که عرض کردم و با این تیم یک یک کردیم و گل تیم ایران رو من زدم و گل زیبایی هم زدیم. اولین گل ملی شما هم بود اگر اشتباه. بله بله، اون اولین بازی ملی من بود. گل برگردون زدید به بودم اون یک خاطره خوبی شد برای ما و دوستداران عزیز. از عکس شما هست الان با گوردون بنکس، دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی انگلیس که بعد از اون تصادفش به ایران اومد با تیم استوک سیتی سال 1952 و شما دقیقه 25 گل زدید. خب دوستداران شما رو میشناسن، دهه 50 در زمانی که تیم ملی فوتبال ایران آقایی میکرد در آسیا شما حضور داشتید و امیدوارم که برنامه دیگه بتونیم اختصاص بدیم و در مورد خودتون و زندگیتون و دوران ورزشتون خیلی صحبت بکنیم. اما چه سال شما فوتبال رو کنار گذاشتین؟ سال آخرم در مورد خودتون. من متاسفانه با اختلافاتی که اواخر با تیم تاج داشتم مجبور شدم که فوتبال رو ترک کنم و نمیدونم تا اونجا که میدونین یا نمیدونین من در اوج فوتبالم در سن 26 سالگی فوتبال رو ترک کردم و به امریکا اومدم که میشه سال 1978 و از اون موقع تا حالا در امریکا هستم و 33 ساله که اینجا و حدوداً 5 بار به ایران رفتم برای ویزیت و دیدن مادرم و برادرم و فامیلم.